سلام سهشنبه 23 تیر 94 14 جولای 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه تمام خبرگزاری ها خبر دادند از اینکه امروز سهشنبه قراره مصاحبه مطبوعاتی وزرای پنج به اضافه یک و وزیر خارجه ایران بگذارند و متن توافق هسته ای اعلام بشه طبیعتا گمان زنی های زیادی شده خبرگزاری ها اخبار متعددی رو نقل کردند که طبیعتا اعلام الان و بررسیش موردی نداره و باید صبر کنیم تا متن اعلام بشه و اون رو بشه بررسی کرد و گفت که چجور قرار است و تا چه مقدار منافع ملی ما در اون حفظ شده البته پیشا پیش در واشنگتن پاری سناتور ها مثل سناتور کاتن که توندرو هم هستش به سی این روز دیروز گفته که چنانچه برداشتن تحریم تسلیحاتی در قرارداد باشه کنگره به اون رأی نمیده آقای باب که رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفته که به هر حال کنگره نظر دادنش تا ماه سپتامبر طول میکشه خبرگزاری رویترز البته گفته که بررسی ابعاد احتمالی نظامی فعالیت های هسته ایران پی ام دی تا آخر سال انجام خواهد شد آخر سال میلادی و پارچین هم جزو این بررسی ها هست و ایران رضایت داده که بازدید بشه به هر صورت امروز شنبه هم در کنگره امریکا یک شهادت به استماع متخصصین هستش که سناتور سابق آقای جولی برمن و رئیس سابق سی آی ای قراره که در مقابل کمیته روابط خارجی توضیحات بدن موضوع دوم اینکه آقای محسنی اژه‌ای دیروز مصاحبه مطبوعاتی داشته و ایشون البته استاد حرفهایی است که یک سرش بازه و معلوم نیست که چه میشه از جمله جالبه که در آستانه توافق اعلام کرده که بر اساس, بر اساس شکایت کسانی که به نوعی از آمریکا صدمه دیدن دادگاه های ایران بررسی کردند و مجموعاً 50 میلیارد دلار قرامت صادر کردند که از دولت امریکا باید گرفته بشه ولی کی چگونه بر اساس چه موضوعی ایشون نگفته همینطور ایشون در خصوص آقای محمد علی تاهری بنیانگذار ارفان حلقه هم خبر داده که حکم بدوی ایشون صادر شده جای اعتراض داره اما نگفته چه مقداره چگونه است و به خصوص اینکه شایعه در مورد اینکه ایشون در زندان فوت کرده و یا او رو زیر شکنجه کشتند هم زیاده که آقای اجری در این مورد هم توضیحی نداد زمنان ایشون گفته در ارتباط با ماجرای دکل گمشده نفتی هم یک نفر بازداشت شده ولی نگفته چه کسی و چگونه در حالی که یک عضو کمیسیون انرژی مجلس دیروز در جمع خبرنگارا گفت که دکل گم شده یکی و دوتا نیست خیلی بیشتره و شرکت تأسیسات دریایی تخلفات زیادی درش بوده این شرکت 51 درصد سهامش مال صندوق بازنشستگی نفته و 48 درصد سهام هم متعلق به بنیاد تعاون ناجاست که خود اونجا یک مرکز فساد عجیب و غریب بوده که آقای خامنه ای درش رو بسته تا مجلس هم نتونه اونجا رو رسیدگی بکنه زمنان آقای اجیه در همین مصاحبه هم گفته پنج نفر فعالین جنبش سبز ایشون البته میگه فتنه در دادگاه محاکمهشون شده و اونایی که خارجن حکم قیابی براشون صادر شده در دادگاه بدوی ولی باز هم نگفته چه کسانی به چه دلیلی در شبکه اجتماعی چی کار کردن و امثال خون آقای اجهی در همین مصاحبه خط و نشون هم برای بیهجابی کشیده و گفته کسانی که بیهجابی دارند و تظاهر به اون هم میکنن باهاشون برخورده قانونی میشه و ضمناً باز هم ایشون گفته که سومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان دیروز دوشنبه برگزار شده خبرنگار واشنگتن پست به اتهام جاسوسی و باز هم نگفته چی شده چی گذشته و تقارنش این دادگاه باز با نزدیک شدن به امضای قرارداد هسته‌ای جالبه ضمن اینکه در خبرها بود که تاخیر دادگاه جلسه دوم به سوم آقای رضایان مال اینیست نیست که دادگاه خالی نبوده که بتونن محاکمه برگزار کنن موضوع سوم این که محمد رضا عالی پیام شاعر تنز پرداز به همراه 18 زندانی سیاسی دیگه در بندهای یک و دوی زندان رجای شهر از ده روز قبل به گفته سهام نیوز دست به اعتصاب غذا زده بودند در اعتراض به اینکه تفکیک جرائم صورت نگرفته و اونها در میان زندانیان عادی و گاهی خطرناک زندانی هستند ولی محمد رضا علی پیام به دلیل اینکه اعتصاب دارو هم کرده و دچار داروی فشار خون و ضد تشنج رو قطع کرده بوده و دچار مشکل شدید جسمی شده مجموع شورای این اتصاب تصمیم گرفتند که روز یازدهم اون رو بشکنند به دلیل سلامتی آقای عالی پیام مریم سادات یحیوی فعال سیاسی و اجتماعی هم در دادگاه بدوی به هفت و نیم سال زندان محکوم شده جالبه که در سال 89 هم او به یک سال زندان محکوم شده بود ولی به دلیل بیماری های متعدد و عدم امکان تحمل کیفر به تجویز پزشک قانونی آزاد شده بود چهار فعال مدنی آذربایجانی هم که در روز قدس در تبریز بازداشت شده بودند به دلیل حمایت از مسلمان، مسلمانان ترک اویغور در چین که دولت چین به اونها فشار میاره به زندان مرکزی تبریز منتقل شدن دو نفر هم در همین ارتباط در اهر در بازداشت هستند آیت الله نکونام روحانی که از 56 روز پیش در زندان سلول انفرادی است و گفته میشه که به دلیل سکته مغزی وضعیت جسمانی وخیمی داره به بند روحانیون فقط منتقل شده و جالب خانواده ایشون هم که رسیده تعقیب میکردن و از وضعیتش جویا بودن هیچ نتیجه نگرفتن حاصلش این شده که فقط پسر ایشون به نام محمد مهدی رو در قوم بازداشت کرد موضوع چهارم اینکه معاون وزیر نیرو خبر داده از اینکه هفت میلیون نفر رو با تانکر بهشون آب رسانی میکنن او گفته که ما از خشک شدن ها و قنوات و چشمه ها غافلگیر شدیم قائم مقام وزیر بهداشت هم خبر داده از اینکه دویست و چهل بیمارستان نیمه تمام در کشور هست که بودجه نیست و رها شدن این طرحها و به شدت در کشور گفته کمبود تخت بیمارستانی داریم تخت های موجود دچار فرسودگی وسایل و امکانات بیمارستانی هستند و خلاصه بخش عمران و بازسازی وزارت بهداشت وضعیت وخیمی داریم اما جناب حداد عادل ناله کرده از اینکه چرا اصولگره ها متحد نمیشن و گفته نگرانه که اگر اصولگره ها متحد نشن مجلسی مثل مجلس ششم که اکثریتش دست اصلاح طلبها بود بر سر کار بود البته بعد به ایشون گفت که اون یک بار آقای خامنه ای حواسش نبود مطمئن باشه که مثل مجلس هفتم شورای نگهبان قلع و غم خواهد کرد کاندیده ها رو اما آقای روحانی هم در افتاری که در جمع خانم ها و بانوان بوده مثل معاونش خانم ملاوردی گفته که هجاب رو نمیشه به زور تحمیل کرد و مثل روزه عبادتی است و چیزی است که باید باطنی باشه اما موضوع پنجم به نظرم آقای روحانی که این حرف رو زده خوب این اظهار نظر جناب حضرت حجت الاسلام سید ابوالحسن مهدوی عضو مجلس خبرگان رهبری از استان اصفهان رو بخونن چون ایشون گفتن که وزارت آموزش و پرورش خوبه که از مقطع اول ابتدایی چادر رو برای دخترها اجباری بکنه ایشون اظهار نظر کردند که بیماری های معده و روده و اینها به دلیل هیجانات روحی است و اصل هیجانات روحی هم مال بیبندوباری و بیهجابی است جناب نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم دیروز توییتر فارسیش رو آغاز کرد و در همون ابتدا در تیتر یک غلط املایی داشتن فارق به معنی فراغت پیدا کردن و که جدا شدن از چیزی رو فراغت پیدا کردن و کنار, کنار گرفتن از چیزی رو با فارق با قاف نوشته بودند که به معنی فرق گذاشتن بهتر آقای نتانیاهو از خیر فارسی نوشتن بگذره چون ظاهرا املای فارسی ایشون یا مشاورینش آب میکشند که سر سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی